درود و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم. امیدوارم هر جا که هستین لبتون خندون و دلتون شاد باشه. امروز پنجشنبه سوم خرداد 1403 برابر با 23 می 2024 میلادی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی در خدمتون هستم با ویدئویی از 3-4 اتاق کلاب هاوس. اتاقهای کلاب هاوس در 48 ساعت گذشته تماما اختصاص داشت به کشته شدن رئیسی. یه عده از این ولایی ها که دارن میان و میگن اتفاق بوده، عده دیگه ای از ولایی ها و بقیه برانداز ها هم که میگن جمهوری اسلامی کشته، عده قلیلی هم میگن کار اسرائیل یا دولت های خارجی هستش. توی این 3-4 تا اتاقی که براتون گلچین‌هاش رو گذاشتم، اول صحبت رایان عباس‌زاده با آقای مهدی نوربخش هستش و توی یکی دیگه از همین اتاق‌ها دو تا دونه از این بچه‌هایی بودن که یکیشون خلبان بود، یکیشون توی کار هوا نوردی بود و ایشون صحبت می‌کردن، اتاق ولایی‌ها بود و صحبت میکردن راجع به اینکه هلیکوپتر و یه سری بحثای تخصصی بود، ولی جالب بود، اون رو هم براتون گذاشتم. و دوباره در یه اتاق دیگه باز رایان عباس‌زاده اومد توی اون یکی اتاق. رایان عباس‌زاده اتاقهای کلاب هاوس دونه دونه میچرخه و در این یکی اتاق هم اومد با همون آقایی که توی اتاق منظرپور بود، در ویدئوی منظرپور براتون گذاشتم، اون پسر ولایه که میگفت من سردار سلامی رو دیدم. در این یکی دو روزه این آقا یهو پیدا شده و توی تمام اتاقها اینم داره میچرخه و اطلاعات اشتباه و گهگاه مثلا میاد یه چیزی درست میگه، 30% اطلاعات درست میده، بعد یه سری فیک نیوز و خلاصه این داستانهای کلاب هاوسیه. ویدئوی جالبی هستش، امیدوارم که خوشتون بیاد. باور بفرمایید این 3-4 تا اتاقی که براتون این گلچین رو تهیه کردم بالای 20-25 ساعت بود و این 1.5 ساعت تقدیم به شما. زنده باد ایران و ایرانی با شرف، لعنت به هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. دوستان داخل ایران لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. دوستانی هم که در خارج هستن اگر کار ما رو دوست دارن و خواستن حمایت مالی بکنن، میتونن از طریق گزینه‌های تانکس و یا جوین این کار رو انجام بدن. دم همتون گرم، خیلی مخلصم. آخر همه اخوان همند، چون به باطن نگری دشمن ایمان همند. ما اینا رو داشتیم. ماجرای سید احمد خمینی رو داشتیم که نهایتا توسط برخی از نویسندگان شریف داخل کشور در دایره قتل‌های زنجیری اشارت می‌شود. هاشمی این دوتا چهره برجسته است. تنها نقطه‌ای که خود منم اشاره میکنم که برای اقناع کردن افکار عمومی مبنی بر این که این یک نقطه، من که قطع یقین میگم در حد سانحه نمیدانم و فرای سانحه میدانم، ولی خب با ادله های مختلف، اما یک جایی که گفتم خودم هم اشاره کردم اگر بخوایم به بیت منتسب کنیم و کمی ادله چوبین میزنه، به خاطر همین مسئله است که دو تا گزاره موازی داره افکار. اون تحلیلگر مشکل میخوره اینجا. یک، ایشون که تمام قد مورد مهر و حمایت آقای خامنه‌ای بوده، ایشون که فذات شخصیت تمکین‌گرایی بوده، اهل طغیان نبوده، پس ضرورت به حذف این شیوه نبایستی باشه. این چیزیست که حداقل اساتیدی مثل شما اینو مطرح میکنید و بسیاران اینو میگن. اما نکته رو که من برمیکشانم، نه قصد شبهه داشته باشم، طرح مطلبه. ببینید چجوری بگم به شما، بخواهیم نخواهیم همونجوری که اشاره کردم آقای رئیسی خب شخصیتی تا حدودی خونسا پخمه بوده، اما همگان میدونیم که در فقدان چهره های مؤثرتر حکومت که در دهه‌های گذشته خب توسط خود خامنه‌ای هست شده. نمیشه با تربیت تر صحبت کنین، توهین نکنین، یعنی دارین همین پوزش که میکنین توهین نکنین، پخمه یعنی چش چاش بگو. یه اوتایی بکنی شما به این موضوعتون حرفتون خوب. اصلا بحث اینا نیست. من الان بحث نفس ندارم. شما دارید توهین میکنین
به محضی که دید به محضی که دید تحلیل داره قاطعانه و دقیق میشه داره انحرافی میزنی. نه داره شما یه پخمه، یعنی چه پخمه؟ آره. خب من به تو میگم در... احمد خوبه زشته. اصلا برای من مشکل نیست، اصلا مشکلی نیست، من در دعای لفت نمیتونم. شما توهین بکنه احمد خوبه شما توضیح نده که آقا این کار نکنه. اکبر قاتل خفه شد. ای بابا خفه شد اکبر قاتل. ببین آقای نوربخش، آقای دکتر نوربخش سخنانی صحبت کنه. آقا یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه آقا ببخشید داریم صحبت میکنیم، این اتاق الان بحثو داری چرا به بیراهه میبرید؟ چون به نقطه طلایی آقای حاج اکبر ببین، حالا آقای عباس زاده گفتن آقا یه بحث دیگر رو انجام میدن، خب شما هم کش ندیدید. نمیدونم آقای شما فانده رومین اجازه باید نباید بدید توهین بکنه. ببین عزیزم وقتی شما اومدی داری صحبت میکنی، آقای عباس زاده گفتش که باشه ادامه ندید دیگه، یه نفر دیگه من متوجه نشدم، اجازه بدید من متوجه نشدم. ببندید من توضیح بدم. یک کس دیگر هم میاد مایک باز میکنه به شما رو اونطور خطاب قرار میده، نکنید این کارو، ما داریم بحث میکنیم این وسط. نه توهین میکنی یا بحث میکنی آقای مصدق؟ آقا تموم شد آقای چی، ببینید بحث رو اینجوری به درازا نکشید آقای اکبر خوشگوش، لطفا تمومش کنید. خب ببینید عزیزان، واژه پخمه لزوما به معنای دشنام نیست، من حتی کلمه خونسارام به کار بردم که اون زهر واژه پخمه گرفته بشه وقتی چون اعتراض کرد. در هر روی اسم بحث ما نیست، من گفتم آقای رئیسی فردی تا حدود زیادی ناکارا کم اثر بوده، هرچند بی ضرر هم بوده، اینو همه میدونیم، اما همه اینو میدونیم که در فقدان چهره های مؤثر مثل آقای هاشمی، مثل آقای روحانی، مثل آقای خاتمی، مثل آقای حتی لاریجانی، همین چهره های مؤثر در دهه‌های گذشته خود توسط خود با اراده خود آقای خامنه‌ای حذف شدن. براش اسنادم دارم. به اون تفقد لسانی اصلا توجه نکنید که مثلا به فلانی اجحاف شده بایستی تفقد شود. اینا بازی هایی که دیگه خود شما بهتر میدونید. وقتی چون این جریانی پیش میاد، پس چی شده؟ رئیسی ضعیف، چهره های مؤثر حذف، جناح ضعیف در نهادهای امنیتی، این یکی از گزاره‌های محتمله. برای تن ندادن به رهبری مجتبی خامنه‌ای، رئیسی رو امید بسته بودن، در نظر داشتن برای جانشینی. از این منظر به گمان این جانب بنابر تحلیل‌هایی که میتونم ارائه کنم، این اتفاق یک حذف درون سیستمی ناشی از جنگ قدرت بوده. حالا اگر هم توسط اراده شخص رهبری نبوده، نظام در حال حاضر ترکیبی از باندهای قدرته. این میتونه معنا بیابد. نکته پایانیم که میگم میبنده. ببینید ما یک مایکی بازه و خیلی بر من عجیبه که انسانهای میان بالای آقای سلطانی عزیز الان مایکشون رو میبندن. شما بفرمایید آقا. من آخرین مطلبم میگم میبندم. ببینید این باندهای قدرتی که اشاره کردم آری از اقتدار و قدرت نیستن. جریان اصلاحی بعد از، یعنی مثلا شما مصطفی تاج‌زاده رو که در نظر میگیرید، وقتی در معاونت بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد آقای خاتمی بوده، ایشون رو میر سلیم که میاد میندازه دور، اخراج یا به تعبیری از اون معاونت بین‌الملل ورش میداره، طرف میره اهل کتاب رفت و کتابخونه نشست، بازسازی کردن خودشونو، تج نظر طلب شدن و به هر روی نشریه عصر ما میدادن و که کسانی که تو همسالان من هستن میدونن این چیزا رو. اینا دیگه بعد از دولت روحانی اون تتم قدرت نسبه‌ای که داشتن جمع قدرت دیگه ندارن، یعنی نه به مرکز بسیج قدرت دارن، نه به پایگاه‌های نیروهای نظامی، اکثرا یا زندانن یا خانه نشینن. کینه رهبری هم به این جریان خب دیگه حد اکثریه، همه شما شاهدی دیگه، به گونه‌ای که حتی کنش جنسی انگارانه رو بر محمد خاتمی مترتب میکنه. یعنی وقتی مادر فوت میکنه، مرد خانه رو که محمد خاتمی باشه تخت و قرار نمیده و به خواهر تسلیت میگه که تو رو بزدل میدانم و مرد نمیدانم. این اون شعر ملا محسن فیض‌کاشانی رو که خوندم هم در ذهن داشته باشید. این بخش جریان اصولگرا همه علارغمی که باند قدرت شدن، قدرت دارن به چه معنای کلمه، از مسمومیت سریالی در مدارس گرفته که مقداری مواد شیمیایی رو میتونن از یک جای بگیرن، تا در مرحله
منتشر و نهیبی که رهبری میزنه برای محاکمه یا باعث اصلاح بشه مشمول رأفت اسلامی معاون سیاسی وزارت کشور میشن که جمعی برادران رو ارشاد کردیم و تمام شد. خب یعنی لایه‌های قدرت پشتیبان هم تا در نزاعی که پیش میاد چه طیف قالیباف باشه چه طیف پایداری باشه، حتی این مجموعه انتشار اسناد علیه آقای صدیقی، همینطور مسئله آقای سیسمونی گیت، آقای قالیباف، اینها اون نبرد قدرت یک دست شدگی است که همشون به قدرت، یعنی هم به اسکله هم به اسلحه هم به رسانه دسترسی دارن. این جریان که ترکیب از باند قدرته به راحتی با اون تحلیلی که گفتم میتونه رئیسی رو هم بر بال فنا و بر بال باد بدن. خیلی هم خامنه‌ای بدش نیاد، چرا که اولا که آقای رئیسی، یعنی یک ماه قبل آقای عباس امیریفر هستش تو دیدار نیوز، میتونه ببینید صراحتا میگه که این از جمله رؤسای جمهوری است که یک دوره‌ای خواهد بود، تحت عنوان ناکارآمدی مدیریتی میگه. عباس امیریفر هم آدم کوچکی نیست. خب من بنابر پارامترهایی از این دست، تجارب پیشینی، اساسا حذف درون سیستمی مکرر و مستمر و مشخصا مختصات شخص آیت الله علی خامنه‌ای در این ماجرا که روزی میتونه عزیز کرده باشه و روزی دیگر بی‌نیاز بشه، سوزانده بشه، بنابر این پارامترها کماکان نگاه من اینه که این یک قتل حکومتی در راستای مهیاسازی و میسرسازی بستر سکوی رهبری آقای سید مشتبه خامنه‌ای میتونه تلقی بشه. البته تحلیل و هیچگاه قطع یقین نیست. پایان کلام پوزش احمد جان، اجازه هست؟ بله بفرمایید. ببین رایان عزیز، شما باورت رو روی یک فرضیهی گذاشتی که این فرضیه ممکنه غلط باشه. اصلا یکی از بحثا اینه الان که کسانی که در حقیقت آقای رئیسی رو رقیب مشتبه خامنه‌ای میدونستن بسیار اشتباه، در حقیقت اصلا این تحلیل تحلیل غلطیه. و یکی از بحثا پهلوی این اینه که آقای رئیسی که اومد به میدان و ناکارآمدی خودش رو نشون داد، اگه صحبتی هم در این رابطه بود آقای سعیدی، آقای رئیسی سوخت. اینم یه تحلیل دیگه، درست؟ شما خودتون میگید که در تلویزیون مسئله مطرح بوده که آقای رئیسی یک دوره‌ای میشه. خب مگه برای این نظام مشکل بود که یک آدم دیگر رو بیاره در صحنه، آقای رئیسی که بدون در حقیقت پایگاه ولایت و ولایت فقیه و گروه های مختلف که کسی نبود، که اشتباهی که آقای در حقیقت آقای احمدی نژاد میکنه، بزرگترین اشتباه احمدی نژاد این بود که در این سیستم فکر کرد که میتونه یک قدرت مستقل از سیستم برای خودش درست بکنه و اونجا بود که احمدی نژاد خورد زمین. خب این کاری برای نظام نداریم که هزینش کمتر بود که بیان انتخاباتی بگذارن و در این انتخابات یک آدم دیگه معرفی بشه و بدون شک هم بدونید اگه نظام میخواست که ایشون یک دوره‌ای بشه یه آدم کارآمدتری رو میبردن در صحنه و کار رو در حقیقت بدون هزینه تمام میکردن. من دارم میگم که این فرضیه‌ای که او رقیب مشتبه خامنه‌ای بود و مشتبه خامنه‌ای میخواست به این طریق آقای رئیسی رو از صحنه به در بکنه، این به نظر من راه‌های دیگه ای داشت آقای رئیسی. همینجا من یک نکته میگم، علی‌رغم نمیخوام قطع مباحث قشنگی. ببین استاد، این حرفت صحیحه که راهکارهای دیگری وجود داشت و انتظار عقلانیت بیشتری، این خواست فردی مثل من و شماست. همه من و شما میدونیم که رهبری نظامم خوب میدونه امیر عبداللهیان کجا مثلا، ظریف کجا مثلا. خب ولی واقعا میکنن این کار رو. ضمن اینکه من نمیگم مستقیم مشتبه و شخص رهبری، گفتم ترکیبی از باندهای قدرت در فقدان چهره های مؤثر حکومتی چشم به رئیسی بستن و چه بسا اینو به مثابه یک مانع و تزاحم حذف کرده باشن. اما اینکه شما رایان عزیز، من با تو حداقل اینجا موافقم که ممکنه اینها به راه های دیگه هم دست بزنن، اما من هم به عنوان یک آدمی که در این رابطه میخواد رشنال فکر بکنه،
منطقی فکر بکنه. و فکر میکنم من خودم یکی از آدمایی هستم که انتقاد میکنم بعضی وقتا از آدمهایی که درون منطق خودشون میخوان منطق نظام رو تعریف بکنن. اما حداقل این رو من میدونم که نظام منطقش در جایی قرار میگیره که هزینه کمتری بدید برای اوضاع احوال دیگه. درست؟ من بحثم اینه که درست اینجا ممکنه با هم موافق باشیم که اینها دست به کارهای مختلفی میزنن، اما شما نمیتونی من قانع بکنی که نظام حتما میخواسته که در حقیقت از این طریق آقای رئیسی رو از صحنه بیرون بکنه. من به شما میگم که این نظام با همین تفکری که دارید، با همین منطقی که دارید، راههای بهتری داشت که این کار رو بکنه. خب یعنی دست این نظام بسته نیست. ببینید شما یه مثال زدید در مورد هاشمی رفسنجانی. خب گفتی رهبری جمهوری اسلامی گفت که ما ایشون با ایشون فلان. شما یادتون میاد که وقتی که آقای احمدی نژاد اومد سر کار، رهبری جمهوری اسلامی به خاطر اینکه آقای رفسنجانی جمع بکنه بساط سیاسیش رو و با آقای هاشمی رفسنجانی بگید که صحنه سیاست ایران داره تغییر میکنه، صاف در اومد گفت که من با آقای احمدی نژاد نزدیکتر از آقای هاشمی رفسنجانی هستم به لحاظ باور. این حرف رو عادی نباید گرفت. آقای خامنه‌ای میخواست بگه صحنه سیاست ایران داره تغییراتی میکنه. من آخرین باری که تونستم در ایران باشم، برم در ایران، زمان پایان دولت آقای خاتمی بود. ما یک شبی در یک جلسه بودیم با آقای علوی تبار و بسیار از این بچه‌ها بودن. من ازشون یه سوال کردم و هیچ کدومشون نتونستم جواب بدن. سوال من این بود که آیا میشد آقای خاتمی رو تکرار کرد؟ و من اونجا جواب بهشون دادم نه. چرا؟ به خاطری که نظام تصمیم گرفته که آقای خاتمی و باور و تفکر خاتمی رو کنار بگذاره. اون وقت هنوز صحبت از آقای احمدی نژاد نبود، اما تمام بحث من در اون جلسه اون شب این بود که کسی را به صحنه میارن که اصولا نشون بدن به شما که دیگه انتخابات و آقای خاتمی تکرار نمیشه در ایران، و همین هم اتفاق افتاد. حالا در زمان آقای روحانی یه شکل کوچکی از این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه ما سال 92 رو داریم، مشکلات در حقیقت تحریمی رو داریم، نظام به این جنبندی رسید. آقای خامنه‌ای حداقل با یه سری آدمی که مثل آقای روحانی در صحنه کادر امنیت ملی کشور بودن که ببینن این مسئله میتونن فیصله بدن، تمام بکنن این مسئله رو، آقای روحانی رو برای این به صحنه آوردن که بتونه روی برجام. اما وقتی که آقای روحانی صحبت از برجام دو و سه و بقیه کرد، آقای خامنه‌ای اومد در ملأ عام و او را نقد کرد و نقض کرد، و در پایانش هم که میدونید امروز آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت یک کرسی داره ولیکن آقای روحانی نداره. خیلی روشن اینگونه سیاست مدارها رو عقب میزنن. من تمام بحثم اینه که راهکارهای زیاد دیگه این نظام داره که بتونه طریق عملی بکنه برنامه های خودش رو، که ترور کردن به نظر من این یک درمه هست، اما این شدنیه. بله شدنی رای. خیلی متشکر. من آخرین بخش از مطلبم میگم جناب مصدق، پوزش میخوام از حضاری که از شنیدن مکرر من خسته میشن. ببینید فرضیه شما قابل انتظاره، منم میدونم این رو که راهکارهای دیگری هست. اون مطلبی هم که گفتی بحث آقای هاشمی گفت نظر فرانی به نزدیکتر پیام به اون بود، اون که اصلا تایید حرفای خود منه در نوسان بودن سیاست در عبور از همه یاران اول انقلاب توسط آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای خواه ناخواه یه خونه دل داشت در 88، شاید یک کسی محصور شد، شاید تعدادی در خیابان کشته شدن، اما همون روز خودش هم مرد. همگان فهمیدن که رهبری موقت با یه خط خاطره این کینه از هاشمی مگه از دل رهبری بیرون رفت تا به استخر فرح کشید به تعبیر خودشون. خب پس اون دوم خرداد ظهر جمعه که کسی برای من رفسنجانی نمیشه،
به این که نظر من به فلانی نزدیکتره در این نوسان، اینها مؤید مطالب خود این جانب هست که در خصم خویی و خشم پیشگی آقای خامنه‌ای به همین تناسب در مواجهه با سید احمد خمینی و همین تناسب برای سید احمد خمینی و ماجراهای پشت پرده که مبحث رهبری شدن اون نشست سه جانبه و اینا که مطرح است، قطعا آگاهی داری حضرت علی. اینا رو که من میبینم، حالا شما انتظار دارید که جمهوری اسلامی در مسیر حذف یک رقیب کار مثلا خیلی متدیک عمل کنه، ای بی سی داشته باشه؟ من بعید میبینم. یک ویدئویی اومده، شما حتما دیدید عزیزان، از سیمای تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، مال شهر شبکه‌ها و عباس و ضد انقلاب نیست، مال اتاق بحرانشونه. شما رو جان عزیزانتون برید ببینید، محفلیه در تصمیم سازی برای حذف احتمالی هم درست میگی تدبیر لازم رو ندارن، چه بسا پرهزینه ترین مکانیزم رو ناخواسته یا ناآگاهانه اتخاذ میکنن. این از مختصات، این از مختصات مدیریت جهادی و رویکرد مقاومتیه. این هم هست. البته با همین چیزی که میگم جناب دکتر نوربخش عزیز، قطعا منم میدونم من که اصرار مصر نیستم که بگم مثلا همین یک گذار است و بس. اینو بحث های تحلیل و گمانه هاییست که حسب نوعی تجارب پیشینی، همسان سازی ها و قرینه سازی هاییست که ذهن کنکاشگر رو به این سمت و سوی میکشاند. نه لزوما من اصرار داشته باشم که این گزینه ها درسته. اما آخرین سطح میگم خوب رسیدیم رایان، جای خوبی رسیدیم. من فکر بکنم که به جای خوبی رسیدیم. من جسارت نمیخواستم بکنم، من با تمام میدونی که من چقدر به هر بار بهت احترام میگذارم. ما به جای خوبی رسیدیم. دو تا فرضیه مختلف داریم، روی این فرضیه های مختلف باورهامو شک میگیره و خب قابل احترام برای من عزیز، قابل احترام برای من. من خیلی ممنونم از سپاسگزارم. امیدوارم که از آقای مصدق ممنونم که این بستر رو ایجاد میکنه برای مناظره برخاست. بالاخره این جواب سوال رو هر کسی بتونه بده، آقا ما به جوابم رسیدیم. اصلا آقای بسپاش و بقیه دوستان همه دروغ. چرا هواشناسی بعد بود خلبان سوار شد؟ تمام اخبار ضد نقیض و تحلیل ها و اینا، همه اینا شنبه معلوم میشه. الان هر چی ما الان خود من سه تا خبر گرفتم، صداش با هم دیگه تناقض داره. مثلا من زنگ زدم با دکتر بهمنجا، به شما زنگ زدم یا به اون زنگ زدم، توجه میکنی با بچه ها؟ نه آقای آجا اکبر، یعنی یه لحظه ببخشید، یه لحظه. خب اکبر آقا ببین، نگاه کن، شما خودت الان داری میگی چه خبر گرفتی، یه نصف چه خبر رو متناقض هست، بعد میای حرف خودت رو صحه میذاری، میگه نه نگاه کن اون چیزی که شما دارید میگی درست است، اون چیزی که من میگم، من با یکی از دوستان خبر گرفتم، اون دوستم، خب اون دوستتون خودش اونجا بوده، تو هواپیمای آقای رئیسی بوده؟ خب نبوده دیگه. یا دوستتون ببخشید از همین براینده، یعنی اون تقاطع گیری که حرفای امثال مثل بزپاش و آقای اسماعیلی و شاهدین زنده اون ماجرا داره برآورد میکنه، حرفاش رو میگه بهتون، یا خرزوخان بوده ببخشید، مثلا اونجا نبوده، روح الان که بوده بین میکنه. الان که بین آقای بزپاش و بین آقای اسماعیلی هر دو تناقضه که. خب اون همون رو دارم میگم دیگه، خب همون رو دارم میگم، این باز دوباره بسپاش حرفاش متفاوته با حرفای اسماعیلی. مجم ما باز داریم همون دور باطل رو میریم. سوال شنبه اعلام کردن به دلیل شرایط جوی هوا این اتفاق افتاد. سوال اینه، خب اگه شرایط جوی اینجوری بود، خلبانی که یکی از بی‌نظیرترین خلبانای ایرانم بود، سرهنگ مصطفی، چرا با این وجود همچین شرایطی پرواز کرد؟ این سوال آقا، این جواب این برسیم اصلا ول کنید آقای وزیر راه رو. عذرخواهی میکنم. ببین شما دو تا مطلب درست رو دارید اشاره میفرمایید. یکی این که گزارش هواشناسی است، دو سیستم خود داخل هلیکوپتر است که حالا توده جلوش رو تشخیص میده یا نمیده، اصلا ما چون نمیدونیم هنوز که هنوزه یک سری سایت ها زدن 212 است، یک سری ها میگن 412 است. این خودش نه بل 212 بوده آقا مجید، بل 212. من الان چند تا سایت برات بیارم که نوشته 412، میخوام تناقضات رو بگم. و دو، ببینید در حالا حداقل ها اینه که هر پرواز هلیکوپتری، هواپیمایی یک فلایت پلان داره، قبل از اینی که پرواز کنه مسیر مشخصه، حد اکثر ارتفاع مشخصه، بعد میگن مثلا چند پا ازش بالاتر باید باشیم که سیف باشیم، بعد پرواز میکنه، کوه رو نمیبینه که بعد بره بالا،
قبل مسیر مشخص از کدوم مسیر باید بره، با چه ارتفاعی پرواز کنه. اینقدر تو این ماجرا اطلاعات زد و نقیض وجود داره که آدم اصلا حیرت زده میشه. الان آقای بزپاش میگه من یک ساعت و نیم بعد مه اومده، بعد میگن علت سقوط ناپایداری هوا و شرایط آب و هوایی. اصلا حیرت زده. بعد میگه حتما باید سه تا آنتن بی تی اس باشه تا جی پی اسش مشخص باشه. اینا رو از کجا میگه ایشون؟ من عذرخواهی میکنم، فقط باید دست به دامن امام زمانی خدایی باشیم که بیاد اطلاعات درست به ما بگه. آقای سلطانی یه لحظه دوستان ببخش، آقای ایمان اس، حالا نمیدونم روی استش هستن یا نه، میبینمشون، یه پیام میگه آقای ایمان شما یه صحبتی دارید. دوستان من پیگفتها رو میبینم. آقای ایمان شما یه نکته‌ای رو فرمودید توی چت روم، گفتید در مورد بحث تشریفات میخواد یا بازدید میخواد بفرمایید. بفرمایید ببینیم در خدمتتون. صداشون نمیاد احمد جان، یه خوشبوری بات میکنم. آره ایمان من صدا تو نداریم. سلامو دارین جناب؟ نه نه باز من کنیم. آقای ایمان بفرمایید. سلام هست پس یه تایید به من بدین. سلام بفرمایید. بله قربان. بله ببخشید. من سلام عرض میکنم خدمت همه حضار، ممنونم از اینکه اجازه صحبت دادیم. من توی در واقع قصد صحبت کردن نداشتم، اما یه چند تا مورد شنیدم گفتم شاید توضیح دادنش بد نباشه. من واقعیتش خودم به حسب شغلم، شغل قبلنم در واقع تجربه بازدید ریاست جمهوری رو داشتم و بازدید مقامات رو دوبار برای تشریفات، خصوصا در خصوص ریاست جمهوری در زمان جناب آقای روحانی من این تجربه رو داشتم. مدیر پروژه بودم، پروژه مگا پروژه بوده، ایشون برای افتتاح تشریف آورده بودن. من چون دیدم که دوستان توی این مدت چند روزی خب خیلی چیزا شنیدم، یکی میگه رفتی تو آذربایجان هلیکوپتر گذاشتی فلان کردن، یکی میگه این ور پارک کردن، یکی رفته بمب چسبونده زیر هواپیما. شما اصلا قضیه رو بفرمایید آقای ایمان، اجازه بدید من صحبت هم بکنم. حالا فرض کنیم من دارم اصل قضیه رو اجازه بدیم بگم دیگه. خب حالا عرضم خدمت شما که برای اصل قضیه باید مقدماتی هم بگم خدمتتون و اینجور چیزها. من یا خلبان مقصره، خلبان عموی نمیدونم فلانی بوده، اینجوری بوده، اونجوری بوده. ببینید تشریفات ریاست جمهوری، وقتی ریاست جمهور میخواد بله جایی، من امیدوارم حرف محرمانه‌ای نباشه دو حرفم، چون میخوام چیزای جنرال بگم. تقریبا 20 روز قبل تشریفات ریاست جمهوری، من تجربه شخصی خودم دارم میگم، تقریبا 15 تا 20 روز قبل تشریفات ریاست جمهوری میاد در سایت برای بازدید، با افراد سایت مدیران جلسه میذارن، میریم سایت رو بازدید میکنن و اونجا تصمیم میگیرن که آیا سایت برای بازی ریاست جمهوری آماده هست یا خیر. حالا اینجا البته یه بحث بین‌المللی هم داشته با آقای علیف، خب یه مقدار متفاوته. بچهای حفاظت ریاست جمهوری میان و اونجا جلسه، تو همون جلسه در واقع همراه با تشریفات، اونها سایت رو بازدید میکنن از نظر امنیتی و حفاظتی. خب سایت چیدمانش مشخص میشه که آقای رئیس جمهور اصلا بخواد کجا هواپیما قراره که بیاد فرود بیاد و کجا قراره بازدید انجام بشه، اگر سخنرانی هست محل سخنرانی چطوره. اینها هماهنگ میشه با بچهای خود پروژه، هماهنگ میشه چون بسیار از این مقدمات رو باید بچهای پروژه هماهنگ کنن. مرسوم هست حداقل من تو اونجا که میدونم از هلیکوپتر برخی ارگان ها بعضی وقتا استفاده میشه. دیدم بعضیا میگن که حالا هلیکوپتر چرا هلال احمر بوده، چرا فلان بوده. نه، بعضی وقتا هلیکوپتر ام 17 وزارت نیرو ممکن استفاده بشه، یه بار ممکن هلیکوپتر وزارت نفت استفاده بشه، ممکن از هلیکوپتر هلال احمر، این مرسوم است. حالا ممکنه بار ریاست جمهوری هم باشه. آیما ببخشید، شما یه بار تجربه کردید این قضیه رو یا چند بار متفاوت؟ من دو بار این مسئله رو تجربه کردم. نه چون این که میگید احتمال داره از هلال احمر جاهای دیگه، جاهای دیگه، نه من چون دو بار تجربه کردم. من اطلاع دارم. نه من من تجربه شخصیمه و به علاوه این عذرخواهی میکنم آقای ایمان، ببین ریاست جمهوری آشیانه داره، هم هلیکوپتری هم هواپیمایی و اون پلم شده است، نمیتونه از هلال احمر از وزارت نیرو جایی بگیره. اجازه بدید من عرضم تموم بشه. این بله عرضم تموم بشه چش، چون من این تجربه که داشتم هلیکوپتر ام 17 وزارت نیرو بوده دقیقاً و این تجربه شخصی می دارم عرض میکنم. حالا این چجوریه یاد نیست، حقیقتا ریاست جمهوری برای خودش هلیکوپتر. حالا خب طبیعتاً بحث‌های حفاظتی انجام میشه،
اگر دوستان امنیتی هستن من واقعا حالا به من هشدار بدن اگه وقتی چیزی از چیزای جنرال ما که اونجا کارگر بودیم. عرض کنم خدمت شما که خب بیرون رو نیروی انتظامی حفاظت میکنه، لایه داخل رو از سپاه منطقه کمک میگیرند و اون بخشی که رئیس ریاست جمهوری در واقع میاد و کاور میشه و ریاست جمهوری از هلیکوپتر پیاده میشه تا اونجا که بیاد مسیر افتتاح بکنه و اون پرده رو بکشه یا نکشه یا هر چیزی رو، اونجا رو خود حفاظت ریاست جمهوری در واقع حفاظتش رو به عهده میگیره. از تقریبا میشه گفت از 2-3 روز قبل، زمانی که سایت برای بازدید آماده بشه، اون منطقه میره قرنطینه. حتی خودروهایی که اونجا برای ریاست جمهوری استفاده میشه، تو اون تجربه که حداقل ما داشتیم، خودرویی که از ریاست جمهوری رو بخواد از دم هلیکوپتر بیارتون بعد تا محل اصلی بازدیدی یا محل سخنرانی اگه وجود داشته باشه، اون خودروها بعضی وقتا خودروها از جای دیگه تامین میشه. اون خودروها چک خونسا میاد، کارهای چک خونسا انجام میده و خودروها میرن تو قرنطینه، یعنی به هیچ عنوان کسی به اون خودرو دسترسی نداره. همینطور برای هلیکوپتری هم باشه قطعا همینطور خواهد بود. مسیر پرواز حتما یک بار قبلا چک میشه، هلیکوپتر یک بار حداقل من تجربه خودمه مسیر رو چک میکنه، از بچهای خود سپاه از متخصصینش میان باند رو چک میکنن، ماشین ها رو چک میکنن، بحث جنگ الکترونیک و جنگال و این چیزها هست که انجام میشه و افرادی که در اونجا با رئیس جمهور حضور دارن، کسایی که به رئیس جمهور دست میدن، اونایی که میخوان استقبال ریاست جمهوری برن، از اون پروژه‌ای که توی صدی که شما دارین میبینید شاید بگم 5-6 نفر از اعضای هیئت مدیره یا از اعضای پروژه ممکنه به زور اونجا حضور داشته باشن و بقیه اجازه حضور ندارن. منطقه تو قرنطینه است، حداقل از 24 ساعت قبل تو قرنطینه است. حداقل 150 تا 200 نفر از بچهای نیروی انتظامی و سپاه و سپاه انصار اونجا حضور دارن. حتی لحظات آخری که رئیس جمهور میخوان تشریف بیارن ما نمیدونیم که رئیس جمهور میخوان با ماشین بیان یا میخوان با هلیکوپتر بیان. 3-5 تا هلیکوپتر بود که میخواستن بیان، آخر شبته 3 تا هلیکوپتر آقای رئیس جمهور اومدن. خدمت شما بگم که بله، نزدیک 150 تا 200 نفر حفاظت اون شب قبلش و شبهای قبلش، اون 15 روزی که 20 روزی که هماهنگی انجام میشه، اون منطقه رو قرق میکنن و حفاظت انجام میشه. حفاظت میتونه پرواز رو در لحظه آخر کنسل کنه، تمام اختیارات دست حفاظت، تمام چیدمان دست حفاظت، همه میان نظر میدن، تشریفات ریاست جمهوری نظر میدن، اما کسی که حرف نهایی رو میزنه حفاظت ریاست جمهوری میتونه در لحظه آخر به هر دلیلی که شک میکنه میتونه پرواز و یا اون اصلا اون برنامه رو کنسل بکنه اگر بدونه که امنیت مشکل داره. و اون تمام اون چیزایی که من حتی خورد و خوراک و این چیزایی که خیلی چیزاشون نشه خیلی بازگویی کرد، ولی عرض کردم قرنطینه رو، نفرات در لحظات آخر تعویض میشن، یعنی یک سری نفرات جدید در روزی که آقای رئیس جمهور میخواد بازدید انجام بده از حفاظت میان. نفرات با خیلی از بچه‌هایی که قبلا اینجا کار کردن آشنایی ندارن، یعنی شما اگر یک رئیس مدیر کل یک سازمانی هم باشی بیای دم در، ممکنه شما رو راه ندن، چون اصلا براشون اونا نمیشناسن شما رو اصلا. باید حتما مدارک قوی داشته باشه، مدارک میره استانداری چک میشه، کسایی که میخوان تو بازی حضور داشته باشن، اون کسایی که میخوان با رئیس جمهور عکس بگیرن بعدن میخوان بیان، اونها باید مدارکشون چک بشه، شما مدارکشون میره حفاظت چک میشه، استانداری و در واقع شورای تامین و اطلاعات تایید میکنه که در واقع چه افرادی باید تو اصلا تو اون سخنرانی حتی رئیس جمهور. میگم دو تا منطقه جدا دارم عرض میکنم، یه منطقه که مردم میان برای سخنرانی، یه منطقه که خود رئیس جمهور میاد و یه سری هیئت محدودی هستن که اونجا با رئیس جمهور در واقع دیدار میکنن، دست میدن و استقبال میکنن. این دو تا رو من آقای ایمان عزیز، ایمان جان یه سوال، شرایط جوی رو هم چک کردن؟ یعنی حفاظت ریاست جمهوری تایید کرده؟ چون اینو میپرسم چون شما یه جام فرمودید که من با سردار سلامی هم در ارتباط هستم، اینو میگم و بفرمایید. بله خدمت شما. حالا ممنون از این کدی که شما دادی. اولا من یکی از مقاماتی که در واقع سالون دیگه ای من صحبت کردم که اونجا به من اتهام چیز زدن، من نخیر، من آقای سلامی در یک بازدیدی دیدم و اونجا مثال زدم که اینطور فکر نکنین که واقعا همین چی رو هواست. بالاخره ایشون هم آدم بی سوادی نیستش، اینجوری که عرض کردم، علارغم اینکه هیچ وابستگی دولتی من به جایی ندارم، این رو به این منوال عرض کردم. ایشون رو هم من حسب بازدید پروژه در واقع من ایشون رو دیدم و من خودم حفاظتی و یا جزء افراد سپاه نیستم که بخوام این اطلاعات جزئیات که آیا هواشناسی چک کرده، ولی من میخوام خدمت شما اینو بگم که وقتی اینقدر دیتیل چک میشه چطور یک هواشناسی چک نمیشه. حالا من نمیخوام اینجا تصمیم بگیرم که
بگم چه دلیلی داشته، نقص فنی بوده یا به قول شما اتفاقات دیگه ای بوده که این اتفاق افتاده. اما یه سری چیزهایی که داریم میگیم رو یه مقدار من به عنوان شهروند میدارم میگم دقت بکنیم دیگه. این که میگیم خلبان ما چون عموی فلانی بوده مقصره، ما یه ذره با دیگه توی اگه اپوزیسیون هم هستیم مشکل هم داریم با سیستم، یه ذره وجدان داشته باشیم، چون اون خلبان الان خانواده داره و اون خانواده داره درگیر در واقع مراسم اون شهیدشون هستن یا اون فوتیشون هستن و ما داریم یک اتهامی رو بهشون میزنیم و نمیدونیم که داریم چی کار میکنیم. فکر میکنیم بله سیستم‌های امنیتی ممکنه بیان خیلی چیزا رو بررسی کنن، الان ممکنه اون خلبان دیگه هم که اونجا بوده برن خانواده‌اش رو بررسی کنن، اما قرار نیست من به عنوان یک شهروند به راحتی درباره این موضوع نظر بدم و بخوام از حیثیت یک نفری که بنده خدا شهید شده اونجا یا کشته شده بذارم. و من خودم معتقدم کسی که خیانت میکنه آقا باز نکن، آقا باز نکنید مایکو، آقا ما بایک داری، آقای گارد جاویدان ما بایک داری عزیز من. ارتش اگر کسی رو داری سوال کن. آقا بایک داری همینطور، ببخشید وسط صحبت کسی دیگه میای. کسی مایک باز کنه بدون هیچ تذکری من ریموف میکنم، چون اینجا دیگه نمیشه فرستادم پایین، فقط ریموف. من عرضم این بود که بزرد مزاحمت نمیشن دوستان حرف بزنن. بله من عرضم این بود که طرف، من عرضم این بود که کسی که خیانت میکنه فرقی نمیکنه به امام حسین خیانت کنه با یزید، خائن خائنه. برای همین این انگ رو چسبودن با هر اعتقادی که داریم به یک خلبان کار درست نیست. بذارین آتش حالا من چیزا این که اخبار زده نقیزه، اول حادثه است اخبار زده نقیز، هر کسی چیزی میگه، همونجوری که ما الان توی همین گروهی که نشستیم من دارم الان هزار تا سناریو میشنوام میگیش خودم، خب طبیعتا اخبار میاد زده نقیز، اینا دلیلی نمیشه چون آقای اسماعیلی طرف داشته میمرده اون دو توی حزیون یه چیزی داشته میگفته، میگن اونو میخوایم سند بدیم چون اون گفته تلفن خلبان پس اینجا فلان. نه اینا نمیگم نیست، ولی نمیگم، میگم یه ذره در واقع تو بحثمون به قول معروف انصاف رو رعایت بکنیم. و من حالا این دوستمون گفتن چون فرمودین که آقای سلامی، من ترسی از کسی ندارم، اگر با کسی هم برخورد داشتم، من که اصلا با یه مهندس بودم ولی با خیلی هم برخورد داشتم به حسب شغلم، و اگرم اینجوری باشه سرمو بلند میکنم و این حرفو میزنم. خیلی از بچهای سپاه هم میشناسم و سپاه که میگیم از دیده یک نفری که خارج از کشور زندگی میکنه یا چیزه، ممکنه یک چیز عجیب غریبی باشه ولی برای بقیه مردم. صدای من رو داری؟ من بله الان دارم. اول فرمایشتون فرمودید چون یه سری اصال نظرهای غیر فنی و مختلف میشنوید و به واسطه اینکه شما چند بار این تجربه رو داشتید خواستید یه توضیح بدید، انتهای فرمایشتون کلن فکر کنم موضوع کانتکست رو عوض کرد و رفتید تو بحث این که حالا سپاه چیه اون یکی چیه قضاوت. نه چون دوستم من فکر میکنم نمیدونم یه مقدار از موضوع دور شدید. نه جناب جناب هاشمی کافی بود فکر کنم. جناب بله من توضیحم کافی بود جناب هاشمی، من عذرخواهی میکنم از اینکه بحث رو عوض کردم. دلیلش این بود که من پریشب همین حالت که تو چطرون چیزی گفتم، دوستان من دعوت کردن خودشون تو یک گروهی و من یه سری توضیحاتی رو دادم و در نهایت من رو یک عزیزی اومد که همتون میشناسین من رو متهم کرد که تو آقا چرا میذارین ایشون حرف بزنه، ایشون سپاهیه، ایشون فلانیه، ایشون نمیدونم با نمیدونم فلانجا در مزدورمون کردن، همه کارمون کردن. الان این دوستمون اومده وسط این صحبت میگه چون شما آقای سلامی رو میشناسی پس فلان این کدو میده. من میشناسم که خب میشناسم، من حسب شغلم با ایشون و خیلی کسای دیگه ای رو هم دیدم در سیستم دارن توی مملکت زحمت کشیدم 15 سال تو بهترین و بزرگترین پروژه مملکت کار کردم. خود شما مسئله رو خیلی بزرگ کردی اصلا با سپاه، شما تجربه که گفتی کاملا درست بود، یعنی اون روند حفاظتی با تجربه که بنده هم از دولت آقای خاتمی داشتم کاملا درست بود، شیوه های چک و حفاظت همه درست بود، چه لایه های میتونن بیان چه لایه میتونن، اینا صحیحه. ما بقی امور دیگه حشو و زوائده خود داره. خب دیگه من نمیخواستم واردش بشم ولی متاسفانه خب گفتم من یه ذره هم ریختم. اون بنده خدا هم شما رو نه اون کسی که گفت سپاه شما رو قصد انتصاب به این نهاد نظامی نداشت،
نه اگه منتصبم بودم مشکلی نداشتم، اما میگم منتصبم ولی نیست. اصلا شما نیاز داری دفاع کنی، شما خب عضوی هستید یا ارادتی داری، گفتی به عنوان یک مدیر مگا پروژه داشتیم اونجا کار میکردی. بله اینا هاش بحث حفاظتی گفتی ولی میخونه اینو بهت بگم درسته. یک جمله آخر فقط بگم، عضو میخوام وقتی تونه گرفتم، این که من فکر میکنم بی بی سی وریفای همون که در زمان حمله اسرائیل به موشک زدن به ایران در واقع همه بهش استناد میکردن، ظاهرا یک گزارشی داده در خصوص این حرف ترک ها که ما اون فیلمی که گرفتیم آیا تطابق داره با اون چیزی که واقعیت داره یا نه، اون رو دوستان احتمالاً دیدن، اون رو میخوام بگم یکسان باشیم دیگه، اگه واقعا برای ما مستند هستش الان هم میتونیم بریم بخونیم و ببینیم چی گفته. من عذرخواهی میکنم از دوستان وقتتون رو گرفتم، گفتم شاید این از یک سری سناریوهای عجیب و غریب و توطئه و این چیزا جلوگیری کنه، اینو گفتم شاید لازم باشه. عذرخواهی میکنم از اینکه یه ذره بسیار از شما. فقط یه دو تا پیگفت میگیریم و میریم سراغ آقای حسین علیزاده. میشه من صحبت کنم آقای مصدق؟ خانم موججی الان استیج رو میتره. من چند تا چند تا مطلب مهم میخوام بگم. بله بله یه لحظه یه لحظه آقای مصدقشون برخورده ولی زدن. بله خانم حجاجی هم چند تا تجربه کردن این قضیه رو، اجازه بدید که از تجربیاتشون بگن و از اطلاعات دقیق ایشون بتونیم بهره‌مند باشیم. ایشون کلن مگا پروژه هستن. بفرمایید خانم رو خدا. جناب هاشمی خانم بدید یه لحظه آقا رضا اجازه بدید. دوستان مایکو باز نکنید یه لحظه اجازه بدید. آقا رضا مایکو باز نکنید، گفتم که میترسی ریموف میشه دیگه. ایمان جان مایکت بازه. بفرمایید خانم حجاجی. ببینیم بحث پهپادی که هست و اتفاقا هی انتقادهای تند و تیز که ایرانی که ادعا داره صادر کننده یه پهپاد هست، پس چرا تو این جریان پهپاد از ترکیه استفاده شده؟ نمیدونم این صحبت‌های سطحی چیه موقعی که واقعا زمان مهمه و سرعت عمل. از هر جایی که نزدیکترین فضای ارتباطی بود بسته پهپاد ترکیه بود، ولی نهایتا اون ردیابی و پیدا کردن دقیق با بسته پهپادهای بچهای مقاومت بوده. این چون من ارتباط دقیق دارم پیرامون این مسئله که شناسایی دقیق و سریع توسط پهپادهای بچهای مقاومت خودمون بوده. این یه مطلب. مطلبی که سر مقاومت حاج آقا آل هاشم. بچهای مقاومت کیه؟ بله. بچهای مقاومت کیا هستن فرمودید؟ حالا خدمتتون میگم. بذار من چون فرصتم کمی چند تا نکته رو بگم. خانم حجاج من اینو سپاه قدس دیگه. بچهای سپاه قدس. چرا پس میگی بچهای مقاومت خودمون؟ بگی سپاه قدس. مقاومت هم دیگه. خب ببینیم میخوایم بپیچونیم بمونه شناسایی کرد بلافاصله نه شناسایی نکرد. پهپادهای ترکیه اومد ولی نهایتاً بچه‌های خودمون شناسایی کرد. این یک مطلب دیگه سر موبایل وقتی صحبت بزن ایشون حرفشون بزنه. من دانای عزیز آقای هاشمی لطفاً بزن صحبت من تموم شه. نمونه بخش وقاحت نظام ولایت فقیه هست، جدی میگم خیلی وقیه تو روز روشن آکنجی میاد انکار میکنید، ندارید انکار میکنید اصلا. من خجالت میکشم بجای شما. الان من موبایلم توضیح بدم یا نمیخواین چیکار کنم؟ آقای مصدق روم به اون خوبی داشت پیش میرفت، اگه ادامه بدین خیلی ممنون. موبایل حاج آقا که گم میشه یا حالا ازش دور میشه، این موبایل خلبانی که صحبت میشه که موبایل حالا خلبان دست ایشون بوده، این یه صحبت نابجا. من نمیدونم این صحبت های سطحی و تحلیل های مفصل واسه چه. اصلا اون منطقه موبایل جواب اصلا این غلط بزرگیه که آقای اسماعیلی کردن دیگه. خانم حجاجی شما راست میفرمایید، غلط بزرگیه که آقای اسماعیلی کرده تو رو گفته. شما یه توضیح بدید بزنید تو دهن آقای اسماعیلی. اولا یه موبایل ماهواره‌ای مال خود هلیکوپتر بوده که به دست حالا حاج آقا افتاده، موقعی که
این به قول معروف هلیکوپتر ضربه میخوره به این ور اون ور میخوره، خب همه چی پخش و پلا میشه. حالا این جریانات مفصل مشخص میشه که چطور موبایل ماهواره‌ای که مال خود هلیکوپتره چطور دست حاج آقا میفته. اینا این تحلیلای دقیق در چند روز آینده مشخص میشه. آقای مصدق عذرخواهی میکنم خانم حجاجی، با کمال احترام به خانم حجاجی، من یاد اون تحلیل خورشید پشتش به ماست که اون بند خدا داره توضیح میده، بعد میگه خورشید پشتش به ماست، همه فکر میکنن زمین پشتش به ماست، افتادم. ایشون اصلا نمیدونم تخصصی دارن صحبت میکنن. موبایل رئیس دفتر رئیس جمهور اینا غلط زیادی کردن. شما آقای سلطانی و آقای حاکمی شماها اشتباه دارید که حیرت زده میشید. نمود عینی مدیریت جهادی مقاومتی برای طبقه همینه، به خداوندی خدا همینه. چرا نمیخواید باور کنید؟ چرا اینقدر آرمانگرایانه؟ برگردیم به موضوع. اینقدر آرمانگرایانه از این نظام انتظار نداشته باشید بزرگ بارون. همینن اینا. سپاس از همه دوستان. دیگه لطفاً جمع هم نبندید دیگه، اینجوری هم خوب نیست به نظر من که شما دارید همه چی رو جمع میبندید. بله سپاس از همه دوستان. خدمت اول عرایزم عرض کردم خدمت دوستان، تشخیص این که تیم آتش در به عنوان اسکورت در کنار کاروان رئیس جمهور حضور داشته باشد بر عهده سپاه حفاظت انصار است. مشخص میکنه، تحقیق میکنه، میبینه این استان وضعیت امنیتی خوبی نداره، درخواست میکنه، همیشه کنارش هست. کما اینکه تو سفر به استانهای غرب کشور بود، دو فروند کبرا، یه دونه 214، یه دونه 206 به عنوان تیم آتش، 4 فروند کنار اینا بود، تو ایلام بود. ولی اینجا مطمئن باشید تیم حفاظت رئیس جمهور تشخیص نداده، نیاز ندونسته، برای اینکه اونور ما تهدیدی نداریم تا 150 کیلومتر اسرائیل در جمهوری آذربایجان تهدید نیست برای ما. خیر، از نظر سپاهیان انصار نیست. جنگ الکترونیکی نمیتونسته باشه، جنگ الکترونیکی روی عملکرد بالگر تأثیری ندارد، برای اینکه سامانه الکترونیکی ندارد. آره این شده. آره آقای خسروی، این فرضیت همه پاسخ ها رو داد، چون شما بالاخره پیر میکده هستید. اینو دیگه من فکر میکنم که بذارید کنار، بهتر خودتون اذیت میکنه. خیلی رو پایگاه های اسرائیل تو آذربایجان. آخه ببینید وقتی تلویزیون 12 اسرائیل، من نمیخوام متهم کنم، 2 ساعت بعد، ساعت 5 غروب میاد نشون میده، دقیق میگه اینجا افتاده و همه سرنشینان جان باخته. کجا نشون میده دقیقاً؟ آقا فلشش ها هست دیگه، تلویزیونی که وصله به اون. من نمیگم اصلا اجازه تصویر برداری نمیده. آقای خسرو شما چرا باور میکنید؟ من الان دارم میگم پیر میکده دیگه، خودتون دیگه یه تصویری دونالد ترامپ گذاشت که این تصویر از زمان سقوط بوده، خنده داره واقعا. اونجا خلبان نتونسته 2 متریشو ببینه، کدوم دوربینی تونسته این قطر مه رو گذر کنه و اینقدر شفاف ببینه که شما حداقل، حالا این بچه ها باور میکنن از شما. دکتر یه خلبان آره یه موضوع دیگه هم عرض بکنم خدمت همه عزیزانی که حضور دارن و میشنوند. کاخ سفید 2 فروند بالگرد SH و آرش داره که مخصوص حمل شخص اول امریکا یا رئیس جمهور امریکاست. یکی از این هلیکوپترها 38 سال عمر داره، یکیش 42 سال. هنوزم جایگزین نشدند با هلیکوپترهای جدیدی که امریکا ساخته. چرا؟ چون هلیکوپتر مشکلی نداره، هم ایمنه، هم جاداره، هم بزرگه. پس اگر ما میگیم هلیکوپتر آشیانه انقلاب مال سال دهه 80، نه یا این سرکوف بزنید آقا 20 خورده ای عمر داره. هلیکوپتر به سالش نیست، به ساعت پروازشه. همونطور که هواپیما هم به سالش نیست، به سایکل های تیک آف لندینگشه. هرچی کمتر باشه عمرش کمتره. این هلیکوپترها من مطمئنم زیر 600-700 ساعت پرواز داشتن، مطمئنم به 1000 نرسیده بودن. مرسی. خلبان رضا بفرمایید صحبت شما رو بشنویم. کاپیتان رضا بفرمایید. صدای من خوب میاد؟ بله بله صداتون هست، بفرمایید.
خسته نباشین، شبتون بخیر. من یه چند تا نکته میخواستم عرض کنم و رفع زحمت کنم. این هلیکوپتری که از دیروز میگن که خب این هم هلیکوپتری که زمان خاتمی اومده، خیر، این هلیکوپتر از زمانهای خاتمی اومد 412 بود و اون الان تو آشیانه هست. همین بعد از ظهری من استعلام گرفتم و جای تأسف داره این هلیکوپتری که حالا آقا مهدی نمیدونم اینا رو عنوان کردن یا نه، سامانه ELT نداشت. ELT نمیدونم توضیح دادن یا نه، همون سامانه ای که وقتی هلیکوپتر آسیب میبینه جایی یا هواپیما به صورت خودکار شروع به ارسال سیگنال های متناوب میکنه و نزدیک به یک ماه باتری میتونه این سیگنال ها رو برای یه عدد دقیق ارسال کنه. اینو نداشت. ودر ریدار یا رادار هوایی نداشت. اگر رادار هوا داشت اون لکه ابر روبروش رو میتونه تشخیص بده. آقا مهدی من تعجب کردم، خلبان جماعت با ابر یه چیز تو مایه جن و بسم الله. شما خودتون میدونین ابر رو یا باید دایف کرد یا باید پس کرد. اینکه ابر باشه بریم توش فقط زمانیه که ودر ریدار اجازه بده و این هلیکوپتر متاسفانه فاقد این مکانیزم، این سیستم حیاتی بود. و اینکه این اتفاق افتاد، من بحث جنگالم آقا مهدی درست گفت، این اصلا آنالوگ بود کلش. ما اتفاق یک پروسه‌ای در هلیکوپتر داریم به نام ستل داون واش. ستل داون واش آمیتی اینو شما توضیح بده، من احساس میکنم. بله آرزو سلام عرض میکنم، ارادت مخلصم. عرضم به خدمت شما، ودر رادار که مه رو نشون نمیده، این ابری نداشته، مه داشته. بعد 212 هم به ودر رادار، آره 212 هم به ودر رادار داشتن. شما اگر یه سرچ بزنید تصویر کاکپیتش رو نگاه بکنید، مونیتور ودر رادارش رو میبینید. کما اینکه تمام 212 هایی که الان دارن برای نفت فلات قاره پرواز میکنن همه ودر رادار دارن. بعد نه تو متارش گزارش خراب اومده بود، نه تو تافورش گزارش خراب اومده بود، هیچ کدوم اینا نیومده بودن. من عرضم چیز دیگه یه لک ابری که اصلا شما جای خودتون خلبانی ابر میبینید، اصلا به طور غریزی خلبان از ابر فرار میکنه. فرار میکنه. اگر... بله فرار میکنه. اگر مه باشه چرا اون عقبی و جلویی تونستن برن؟ وقتی مه میشه پرفورمنس هلیکوپتر یا هواپیما میاد پایین، بس به سرعت باید تصمیم بگیرن. اینجا یک گزینه میمونه، چیزی پدیده‌ای به نام ستل داون واش. وقتی که ستل این بیت پاور، من توضیح بدم خدمتتون آرزا، ستل این بیت پاور زمانی اتفاق میفته، اصطلاح درستش ستل این بیت پاور زمانی اتفاق میفته که شما سرعت رو به جلوت زیر 40 نات بشه، ریت آف دیسندت بالای 600 فیت پر مینیت بشه. یعنی میفتی تو دانباش خودت، یعنی عملا با ریت زیاد دیسند میکنی. بعد این در صورتی اتفاق میفته که شما یا های گراس ویت باشی، وزن خیلی زیاد، یا های دنسیتی آلتیتیود باشی، یا تو های تمپرچر داری پرواز میکنی. ببین من هنوز که هنوزه بعد از نزدیک 2000 ساعت پرواز با هلیکوپترهای غربی، هلیکوپتر غربی ندیدم که ستل بشه. شرقی ها خیلی سری ستل میشن، به خصوص MH17، مثل آب خوردن، چون سنگینن. مثلا MH17 13.5 تن وزنشه، به محض اینکه سرعت رو به جلوش به صفر نزدیک میشه، ریت دیسندش یه ذره میره بالا، سری ستل میشه و جز مانورهای اصلیه که با خلبانای میل تو سیمیلاتور کار میکنن، چون ناخواسته. خیلی هم سخته من تا جایی که بله ریکاوری عادت میخواد، تمرین میخواد، چون هلیکوپتر داره میره پایین، ارتفاع کم بوده. و اینکه ما همه چی رو بذاریم رو حساب، حالا بحث موانی مکانیک رو بذاریم کنار، یکی بله. تیل بلیده که احتمال داره اون خیلی خطرناکه، یکی همین ستله. آره نه اگر... تیروتور فیلر نشده. خب چرا؟ چون تیروتور کاملا سالمه و هلیکوپتر با چرخش به زمین نخورده. حالا تصاویر رو نگاه بکنید. حالا من شما این همه پرواز کردید، تو شرط IFR پرواز کردید، قبلا قطعا هم تو زمان دانشجوییتون پرواز VFR هم داشتید. سوال من از شما اینه،
خلبانی که یه عمر وی اف آر پرواز کرده وقتی تو آی ام سی کاندیشن گیر میکنه واقعا میتونه هزار صد مهارتشو بذاره یا تواناییش به 20% میرسه اگر تمرین نداشته باشه، اگر تا حالا توش نیفتاده باشه؟ اصلا اون که میره دنیای دیگه، اصلا همه حرف من اینه که این رفته توی دنیای دیگه. این که صحیحه، من فقط ناراحتیم از اینه که هلیکوپتر رئیس جمهور التی یه چیز ساده نداشت. بله. و شاید هم داشته و شاید فعال نشده، شاید به دو جی سه جی نرسیده که التی فعال بشه. الان آقای اگه ممکنه آقای خزایی شما که مدیرم هستید اگه ممکنه سرچ بکنید اینو لطفاً، چون الان ایشون مطرح کرد شاید بشه رفع ابهام کرد. اون آپشن های 212 رو لینکشو بذارید به نظر من میتونه دوستو. حالا مگر اینکه دیگه بگه رضا بگه که خاموش بوده احتمالاً. اصلا نمیشه خاموش باشه جزوه خب دیگه. پس الان اگه الان بذاریم پس این نظریه میتونه باطل بشه که شما میگی نداشته، آقای خزایی میگه که داشته. ظاهرا شدت ضربه اونقدر نبوده چون ELTA با دو تا تیپ. آقای خزایی ELTA که نیازی است که شاید 9 جی بکشه بخواد ELTA. نه 9 جی لگد هم میتونه ELTA کار کنه. حالا من یه نکته دیگه دارم آقای کارچی. آقای کاپیتان حمید روحانی خلبان با 2000 ساعت پرواز اومدم بالا، میخوام نظرتشون هم بشنوم. شما نکته آخرتون رو بفرمایید. من نکته آخر خبری به دستم رسید که متاسفانه حالا این هواپیما بیمه هم نداشته. خب من یه توضیح بدم. نه من یه توضیح بدم راجع به بیمه بالگردها و هواپیماهای ستاد کل نیروهای مسلح. اینو یکی از دوستان دیگه هم از من تو دایرکت پرسید دیشب، جواب و خدمتش عرض کردم. ستاد کل نیروهای مسلح نمیاد همه ی وسایل پرندش رو بیمه بکنه. هر ارگان میاد 10 تا 12 تا بیمه ی فول شناور تهیه میکنه. این یه توافقنامه است بین ستاد کل نیروهای مسلح و بیمه مرکزی ایران. سپاه برای خودش، ارتش برای خودش، ناجا برای خودش، هوادریا برای خودش، هر کدوم. آمدی حرف دقیق درسته، چون ماشین ناجا منو زد، راهنمای رانندگی اومد بیمه گفت اینا بیمه ندارن، اینا بیمه شناور دارن و یه خسارتی برای تصادفاشون دارن. بیمه هلیکوپترها و هواپیماهای ستاد کنیرای مسلح شناوره. هر الان ارتش برای خودش 10-12 تا بیمه شناور داره. به محض اینکه اتفاق میفته یکی از بیمه ها کامل میاد اینو کاور کنه. متشکرم. بیمه نبود قربونت برم. من میدونم، من بحثم این بود که بحث بیمه پرنده ها اینه که شرکتی که میخواد بیمه کنه 100% از این که پرنده تمام آیتماش چک لیستاش سر موعد انجام شده باشه اطمینان حاصل میکنه. یعنی شما میفرمایید که یک ناظر دیگری جز ناظر فنی خلبان برای پرواز هم اگر اضافه میشد به این میتونست احتمال این مخاطره رو کم بکنه اتفاقشو. منظورتون اینه دیگه؟ یعنی یه نفر اضافه شد پرنده رو ارزیابی میکنه و حساس نسبت به پرنده ای که باید. آرزا قوانین سیویل با میلیتاری کاملا متفاوتن. من میدونم تو سیویل تمام این چیزها رو وقتی که آدیت میان همه رو چک میکنن، ولی ما چیزی به اسم آدیت تو سیستم نظامی نداریم. متوجهی؟ پروتکل های خودشو داره، ابلاغی های خودشو داره، دستورالعمل های خودشو داره. بله در سیستم سیویل که تحت نظارت سازمان هواپیمای کشوریه تمام این آیتما توی هر آدیتی که میان دونه به دونه تیک میخوره، چک میشه. اگر خدایی نکرده فالتی باشه براتون، برای اون شرکت پوینت منفی حساب میکنن. همه اینا رو من توجیهم، ولی قوانین ستاد کل این شکلی نیست. خب بگذاریم از این. آقا سپاسگزارم، ببخشید. ممنونم کاپیتان، تشفردید، شیر کردید با ما، ممنونم. خب من یه لحظه خلبان روحانی رو بشنوم. کاپیتان حمید روحانی بفرمایید، شما نکته‌ای دارین. آقا سلام، مرشد صدا من اگه خوبه. ببینید من بحث تخصصی رو ورود نمی‌کنم، من خواستم سویچ کنم به بحث افرادی که استقرار کردن. حالا بحث فنی اگه بیام
خب نه بس هنوز من چون خلبان آرام و آره بحث فنی تموم شد من صحبت بحث تموم کنم بعدش. بله آقا یا خانم آرام بفرمایید. سلام و عرض ادب به تمامی دوستان. من یه سوال از کاپیتان داشتم، البته جوابم گرفتم، حالا میخواستم بگم سوالم این که من مونیخ آلمان زندگی میکنم و اشکال نداره. رسانه های محلی آلمان میگن که این هواپیما قدیمی بوده، هلیکوپتر مال 60 سال پیش بوده و آمریکا بوده. آیا این صحت داره یا نه؟ دروغه. بله امی الان پاسخ میده آقای خزایی. مهتی جان بفرم. کاپیتان خزایی، من تا جایی که میدونم یعنی اومد آقای خزایی بفرم. عرضم به خدمت شما که آرزان فروند هلیکوپتر از کانادا خریداری شد، هم 412 بود هم 212. این 212 هم جز اونا بود. این 212 جای پرواز نکرده بود، تو هیچ جز ارگانهای نظامی پرواز نکرده بودن. آقای آرام، اینا اواخر دوره آقای خاتمی بابت طلبی که ایران از شرکت بل کانادا داشت به صورت نو و با طراحی VIP از کارخونه خریداری شدن به عنوان و بسیار کم پرواز بودن. متشکرم آقای طوفان. یه سوال من میتونم بپرسم بذار همینجا آقا طوفان هم تموم شه بعدش شما میدونم که خلبان چترهای سلام واسه کردم کلاپتی هستیم. بفهم واسه این آقا بدی. خیلی متشکرم که به من وقت دادین. البته من تخصصم روی هلیکوپتر نیست، تنها هلیکوپتر که روشون کار کردم رابینسون ها بوده که موتوراشون رو اوورهال کردم. بعد یه دو سه تا سال اول که اون ELT که دوستمون فرمود، ما ELT ها رو اینجا هر دو سال باتری هاشون اول عوض میکنیم که اکسپایر میشه. اینم کار ایونیک انجینیرمون هستش. و اینکه این ELT ها غیر از اینکه باتری هاش مثلا شلف لایف داره، وقت داره، هر سال هم چک میشه، یعنی برای چک سالیانش انیالش میاد این هر سال اینا رو چکش میکنه. و حتی اون دستگاهی هم که این کپاسیتی باتری رو چک میکنه اونم باید بره چک بشه، یعنی باید بره کالیبریت بشه که آقا این باتری به اندازه کافی درست تاریخ مصرف داره، ولی باز اون تاریخ مصرفش هم روش حساب نمیکنیم. مثلا بگه آقا این کلن تاریخ مصرف داره ولش بکن، اینجوری نیست. اونم در میاریم اینجا چکش میکنیم هر سال برای انیال. و اون دستگاهی هم که اینو چک میکنه اونم باید بره برای هر سال برای تست شدن که آیا این کپاسیتی رو داره درست نشون میده یا این. و غیر از این، این ELT هم بعد از یک مدتی چون سیستم ها عوض میشه، خود ELT کلن عوض میشه و میفرسیمشون برای پروگرامینگ که تیل نامبر و اینا رو میخواد، هر جایی هم اینو چیز نمیکنه بخواد پروگرام کنی. میدونم یکی از مشکلات ایران همین پروگرامین کردن این ELT ها بوده. موقع بعد ELT جدید هم میخرن 6 تایپ هم داره، یکیش مال هلیکوپتر، یکیش مال هواپیمای نظامی داریم و اینا چیز نیستن بخواد به این راحتی اینا رو پروگرام براشون بکنه. به محضی که تیل نامبر ایران میدی همه اینجا نه 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 این مشکل هم داشتن. ممکنه ELT داشته باشه ولی ممکنه باتریش اکسپایرد شده باشه، ممکنه مثلا اصلا که اون دستگاهی که کپاسیتی این باتری رو چک میکنه اون مشکل داشته باشه و هزار تا امکان داره. و تاریخ مصرف هم اصلا کلن گذشته باشه، به سیستم جدید نیاز داشته باشه که اینم باز مشکل داشتن که حتما پیدا بکنن. سوال من از آقا مهدی اینه که این تیل روتراشون TT استرپ داره یا نداره؟ TT استرپ برای مین روتورشه، مین روتور بلید TT استرپ داره. تیل روتراشون یه سیستمی بر اساس دلتا هینج طراحی شده، TT استرپ ندارن بلای 212 214 و 412. یه سیستم، یه مکانیزمی به نام دلتا هینج تعریف شده
داخل خود ها بشه که کار همون تیتی استرپ رو انجام میده. تنشن رو اون داره. من یه مقدارش ببخشید ورود میکنم چون مخاطب الان با این اصطلاحات خیلی فنی مال طراحی من تعریض میکنم چون اتاق یه مقدار شاید بله. من ممنونم. یه سال دیگه هم دارم تخصصی نپرسینا. نه یه نیمه تخصصی. این اتوراتورهاشون اگر موقعی که در حال پرواز باشن بکشن چطور میشه؟ چی شد؟ کلمه اول تو متوجه نکنم. این اتوراتورهاشون هست که به آزاد میکنه ملخ موقع سقوط ازش استفاده میکنه. منظورتون کریبلینگ یونیت. آره. اینا اگه موقع مثلا چیز بکشن چطور میشه؟ به محض اینکه خلبان کالکتیوشو فول بده پایین، این کلاج عمل میکنه، روتور رو از موتور جدا میکنه. ولی کالکتیو باید فول داون باشه، فول داون. یه دونه سوال دیگه دارم دیگه تمومه. بفهم. مهندس پروازشون کجا میشینه؟ من نه مثلا این صندلی وسط دارن اینا یا ندارن؟ من چی مهندس پروازشون یه وامن سیت داره. بله یه وامن سیت داره عقب تقریبا یه 40 سانت پشت سر خلبان یک و خلبان دو، پایه‌اش تو کف نصب میشه، اونجا میشینه. بله خب خیلی متشکرم. خواهش میکنم. من مایک رو میدم به بزرگ چتر‌باز کلاب هاوس آقای روحانی. بفرمایید، خودتون بالاخره صاحب منصب هستید در خلبانی، مایک با شما. بفرمایید روحانی، راننده پاراگلایدر کلاب هاوس. بفهم حمید آقای روحانی بهشون فکر کنم که رو آسمان هستن و الان مایک ندارن. خیاط هم تو کوزه افتاده، باک خورده. آره خب آقا مهدی، واقعا من شما مباحث فنی تخصصی رو انقدر شیرین پاسخ میدین، معلومه که درستون رو خیلی خوب خوندین آقا مهدی. واقعا دم شما گرم، لذت میبرید. چت باز بفهمید، مایکتون بازه. صدای من هست؟ بله الان صداتون هست. آقای کاش این نویزه رو شروع کنم شما میفرستین. بله بله. ببین من نکتم اینه، سریع میگم چون نتم واقعا مثل که خوب بیست. ببین آقای سید عباس موسوی یه توییت زده، مفتخرم در آخرین روز ماموریتم صدهای مشترک فلاند به عنوان بزرگترین پروژه مرزی کشوری و الگوی موفق در دیپلماسی یا با حضور رؤسای جمهور دو پرچم ایران و آذربایجان رسما به بهره‌برداری رسید و با دیدار سران فصلی تازه در این دو تا پرچم گذاشته دیگه، در روابط دو کشور همسایه و موفقیتی دیگر در سیاست همسایگی رقم خورد. من احساس میکنم که یعنی این داستانی که آخرین روز ماموریتم بوده و کشوندن آقای رئیسی میتونه یک ارتباطی داشته باشه. حالا به نظر من بیشتر از این چیز فنی این موردش اگه دوستان بتونه بیشتر روش کار کنه. فرضیت کامل بگو. فرضیه من اینه که آقا یه نفر آخرین روز ماموریتش بوده و یک پروژه که واقعا نیاز هم یعنی نداره با توجه به روابط با آذربایجان. نه خرابکاری نه، خود شیرینی بخواد یه رزومه سازی بکنه، یه گفته یه لذرزده. این مدلی من نگاه میکنم، هنوز بد نگاه نمیکنم. ایرانی راهنمای راست میزنی چپ میپیچی. گوش بده لذه، عنوان فرضیت بر اساس این توییتی که میگی خرابکاریه. یعنی میگی علاوه بر، یعنی فارغ از موضوعات فنی میتونست ریشه در برخی از اقدامات دیگری هم باشه این موضوع. حرفت اینه؟ آره میتونه، در میتونه یک آدمی که بخواد در آخرین روز کارش یک رزومه از خودش به جا بذاره و دو رئیس جمهور مثلا بکشونه سر یک پروژه‌ای، حالا با اصرار با لابی با هر چی، چون خیلی من شنیدم، یعنی خودم که از نظر نمیدم که از نظر کارشناسا خیلی زیاد بود که آقای حتی آقای پزشکیان هم گفته که اصلا نیازی نبوده بره مثلا برای این داستان با توجه به روابط با آذربایجان و داستانی که هست. حضورش هم آقای فکر کنم چند تا از دوستان
توی همین اتاق هم نه اون که همین ربطی نداره آقای پزشکیان چون عادت داشته بحث روحانی پشت مانیتور پروژه نه اینجوری نکن بحثو داره ندیده اینجوری نکن من اینو بگم همین جوری بوده دیگه آقا سجاد شما بود آقا سجاد الان آقای خزر اینجا ازش بپرس رکورددار پرواز با هلیکوپتر احمدی نژاد بیش از 800 تا پرواز داشته چون پشت میز نبودن اینا آره آره ولی اجازه بده چون بالاخره صاحب فرضیات کلاب هاوس اینجا هست استفاده کنیم ازش. الان یه بار دیگه بپرسم، یعنی شما میفرمایید که این دوتا پرچم آخرین روز ماموریتم و فضای این چینی عالم بوده نسبت به موضوعی که قراره مثلا در 2 ساعت آتی بیفته و این نکته رو مطرح کرده، دقیقاً نکته اینه حمید آقا؟ نه من مستقیم متهم نمی‌کنم، باید بررسی بشه دیگه. یعنی یه آدمی می‌خواسته یه همچین کاری بکنه و اصرار کرده که آره فرضیه اتفاق بقیه رو باید بررسی کنن دیگه. فرضیه من اینه که نقطه شروعش همین داستان بوده، همین داستان بوده دیگه. پس بحث یعنی فنی در کار نیست، زن آقای روحانی با آقای موسوی نسبت به موضوعی که مطرح کرده. متشکرم آقای خزایی. الان یه چیزی به ذهنم رسید، دو تا نیزه به من زدی طلبت. نه 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 آقای روحانی، من حقیقت گفتم آقا. من میدونم شما متخصص تو پاراگلایدر، میدونم تو اون کبیر کاشان بلند میشی با این پاراگلایدر مقداری. آره وضعیت خوبه امید نفهمم دنبال درسته اینکه نیزه است آقای کاراچی چشم بعد از این. نه حمید آقا، حمید آقا آقای خزایی ببین، من داشتم میگفتم که آقای آل هاشم ظاهرا حالا اون تماسی که آقای اسماعیلی گرفته با موبایل خلبان مصطفی و حالا ایشون به هر ترتیب رفته تو جیب خلبان در آورده، گوشی افتاده بوده قبل از اینکه اصلا پرواز بخواد گوشی رو گرفته تماس بگیره، هر چیزی که میتونه وجود داشته باشه. ببین ما تو کشورمون از رو عکس یه خانومی که تو اتوبوس واحد با یه خانم دیگه‌ای دعوا شده بود پیداش کردن، سپید رشنو رو ارو عکسش. ما این با توجه به اینکه بالاخره وقتی اون گوشی تو اون جنگل دامنه یه کوه پاسخ داده یا BTS هم اونجا نزدیک بوده، دکل مخابراتی بوده به هر ترتیب آنتن داده و بسیاری از این کشف جرائمی که تو حوزه آگاهی هست از طریق همین آنتن موبایل صورت میگیره، چطور نتونستن که جارو شناسایی بکنن منطقه رو، کار به پهباد آکینجی و نمیدونم فلان و اینها رسیده؟ اینو یه توضیح کاملی میدیم. من تا جایی که حالا سوادم قد میده BTS ها یه محوطه 10 کیلومتر در 10 کیلومتر رو مشخص میکنن، نقطه زن نیستن، که بعد تماس هم انگار اونقدری طولانی نبوده که بشه رد دقیقی ازش زد. چون این بنده خدا چند بار ازش پرسیدم حال چطوری، گفته حالم خوب نیست. یعنی شما ببینید چند ساعت بعد، 1 ساعت 2 ساعت بعد این بنده خدا رحمت خدا رفته، میشه آدم عادی و نرمالی نبوده. نه نه خیلی نگذره. ببین من الان من اینو مطمئنم، اینو ایمان دارم که الان یه مزنون مثلا متهم به قتل، مزنون در آدم ربایی، هرچی هست، پلیس آگاهی بخواد هر کجای ایران این گوشیش روشن باشه، فقط باشه، ردیابی میکنه و پیداش میکنه. حالا بگو تو دامنه کوه، تو جنگل کوهپایه، از هر جا باشه پلیس آگاهی اینو پیدا میکنه. بالاخره سیستمی داره که یا سیستمش حالا بر اساس سیستمای مخابراتی الکترونیکیه یا تخصصی خود آگاهی و کشف جرمه. این گوشی روشن بوده و باهاش مکالمه برقرار شده به چه یعنی حالا هم بحث فنی خلبانی رو بگین، هم اگر اطلاعات بیشتری نسبت به این قضیه دارید، نمیتونستن واقعا با این فنی پروازی آره فنی پروازی مبتلا بهش نیست، چون آخه تا حالا پیش آمدی نیومده که کار به اینجا برسه بخواد بخواییم مثلا من تجربهش داشته باشم یا شنیده باشم راجع به این قضیه. تو بحث فنیه حالا ارتباطات سیار هر کنه دوستان هست، ببینه از روی BTS یا تماس 2 دقیقه 3 دقیقه یا سیگنال گوشی که روشنه
میتونن تو مناطقی که شهری نیستند و یه BTS مثلا روی قله گذاشتن داره سیگنال میده به یه محوطه خیلی بزرگ جای این گوشی رو پیدا کرد یا نه؟ من واقعا اطلاعاتی تو این زمینه ندارم. آقای خاص بفهمید جم سرهنگ خاص تو مخته وجود داشت رو شد باشه یه دکل حتی اقلش هر ترتیب این تماس برقرار شده. اوکی؟ تماس صرف این که یه تماس برقرار میشه آیا نقطه زنی میتونه به لحاظ لوکیشن بکنن یا نه؟ نه نمیشه، باید دو تا دکل حداقل باشه. دو تا دکل. متشکرم. خب آقای ببینید من اگر یه نکته بگم تو چت روم چشم یه لحظه آقای رایی اجازه بدید لحظه، من اگر روی استیج با برخی از دوستان شوخی کردم شوخی رو تو چت نبرید، شاید من به هر ترتیب جنبه طرف مقابل رو دیدم و شوخی کردم، یا میبرید اونجا یه دعوایی میشه و یه جنگی و یه اتاقی زده میشه و اینا. الان هم وقت دعوا نیست، یه 3-4 روز فرصت بدید دعوا نکنید تو کلاب‌هاوس. جنازه و اینا اصلا نمیتونین شما، این ملاک نیستش که شما بگین که الان دیگه همه مردم با هم آشتی کردن دیگه همه طرفدار این حکومت شدن، اصلا اینو نمیتونین ملاک بگیرین. نه من فقط نشانهای آشتی از احزاب رو میخواستم از آقای فخش رو پرسم و چه نشانهای اینا رو میگه. بله خدمتون، حالا انتهای یک کلامم هست، یعنی مقدمات بود که این سوال رو بپرسم که همین هم آقای رایان بزرگوار بفرمایید که نتایج چه خواهد بود، یعنی اینجور که احتمال خیلی بالا میره دست بشری در این کار بوده، حالا عامل خارجی یا داخلی پیش بینی میشه چه اتفاقاتی بیفته؟ حالا این بحثی که فرمودن کشورهای مختلف تسلیت میگن پروتکله، اثر گذار در داخل خواهد بود، احزاب در اون حاکمیتی که با هم حالا اختلافاتی داشتن به نظر میرسه، این همه پیشبینیه، این تقارن ها ما رو به چه نتیجه میرسونه؟ حالا خدمت ایشون سوال داشتن. متشکرم، مرسی. عزیزان دیگر که اتاق رو مدیریت میکنیم پوزش این از این. اما چه خواهد؟ اول اینکه من چون گفتم در اتاقی که قبلی با آقای دکتر نوربخش صحبت میکردم اونجا به نحوی زنها تقریبا اثبات کردم که این یک سانحه صرف نیست، جناب دکتر معتقد بودن که این یک سانحه هست، در ادامه مطالب با ذکر ادله و مصادیقی که اشاره کردم تقریبا این اقنا و ایجاب حاصل آمد، مجاب شدن که بله این فرضیه هم قابل طرحه و خیلی هم مهمه. من که کماکان میتونم مثلا اثبات کنم که این یک حادثه صرف و سانحه نبوده، ما بقیش که تماما شبو نمایش خودمونم میدونیم، مشخصا با اظهارات مؤخر آقای بزپاش، با دوگانگی در گفتار آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی آقای رئیسی که حرفای کاملا غیر منطقی زده شده، با انکار روز روشن صدا و سیما در مسئله پهباد آکنجی ترکیه و انکار کردن اون، میدونید همه و ده ها مسئله دیگر که در حوزه حفاظت و چکینگ و بعد چه کنترل اینو برمیگرده که خب من در اتاق مختلف توضیح دادم بنابر تجربه که داشتم. برای من تو اطلاع ثانوی اصل حادثه عملیات هدفمند بوده باشه تا حدود زیادی مسجل شده، خب نیازمند به ارائه ادله بیشتری هم هستیم. اما چه می شود؟ این سوال خوبیه. ببینید تا اطلاع ثانوی رهبری جمهوری اسلامی همین مشی و همین شیوه و روی کرد رو پیش می برن. آقای رئیسی مانع تحقق سیاست های داخل و خارجی ایشو نبوده. اگر هم قتل عامدانه یا نظاممند یا در دایره قتل‌های زنجیره‌ای بخوام تعریف کنم که شکلش به اون نزدیک‌تر صورت گرفته، بحث اونجا بحث بیشتر جانشینیه.
بحث دشمن خارجی تا بالای 80% منتفیه. البته من 20% رو یک تولرانس کوچک میدم، چون واقعا نمیشه چرا این کار کرد. ضمن این که یک نکته فنی اینجا وجود داره، سه هلیکوپتری که بلند میشه، این هلیکوپتر با این تعداد مقامات بین سه هلیکوپتر نظامند نشان میشه. خب این میتونه به هر صورت یک، اگر ما داخل نبرد در اون قدرت رو یک لحظه اغماز بکنیم نایده بگیریم، این میتونه برآمده از یک نبرد الکترومغناطیسی هم باشه و خود امیر عبدالله یعنی یکی از اهداف باشه. البته گزاره هست همه مفروضه، هیچ قطعی نیست. قطعی ترین گزینه اشاره کردم، حالا دوباره میشه خیلی کوتاه میگم. ببینید چهره های مؤثر نظام تقریبا خالی شدن توسط شخص رهبری، یعنی حلقه یاران حلقه اول انقلاب خمینی تقریبا تمام شدن. در این بین جریان های ضعیفتر امنیتی، جریان های ضعیفتر امنیتی تا حدودی به تعبیری دل بسته بودن به آقای ابراهیم رئیسی برای رهبری. این نکته هم داشته باشیم که چرا 8 ساعت مانده بود برگزاری مجلس خبرگان رهبری. و این نهادهای در نبود چهره های اصلی یاران اصلی انقلاب خمینی و حذف چهره های مؤثر حکومت، ضعیفانی جان گرفتن، مشخصا در باندهای قدرت بحث های امنیتی رو میشه بکنم. اینها چشم دوخته بودن به رهبری احتمالی آقای رئیسی. بنابر روایات و گزارش هایی این عاملی بوده که شخص، یعنی باند دیگر قدرت معطوف آقای مشتبه خامنه ای رو مجاب کرد برای حذف این گزینه. شاید خیلی ها بگید که خیر این جور در نمیاد. میدونم تو ذهن خیلی از شماها این مطلب نمیجوشه، جوش نمیخوره. ولی من اینو مثلا آقای دکتر نوربخش میگفت که نظام راهکارهای دیگری داشته اگر میخواست به این حذف بیاندیشه. بهش گفتم آقای دکتر اینجا برنامه دارم صحبت میکنم، چون بحث جالب بود استناد میکنم و الا ایشون استاد عزیز ماست، فقط یک مناظره بوده. بهشون گفتم که شما نبایستی از نظام جمهوری اسلامی انتظار شیوه های متدیک داشته باشی. اینا کارشون در مهندسی حذف هم محفلیه. خب مثلا بله واقعا راهکارهای بهتری وجود داشت برای حذف، اما به هر روی تزریق فرهنگ شهادت، دوباره مظلوم سازی، فضای انقلابی ایجاد کردن، اینا میتونی دستاوردهای باشه برای نظام که مثلا این مدلی هم پیش بره. من خودم این گزاره رو خیلی قوی میبینم، بحث باندهای قدرت، بحث آقا مشتبه و مانع این حزب مانع. اما چه میشه تا اطلاع ثانوی ما همونجور که خود آقای خامنه‌ای در اول امر گفت خیلی راحت، اونجا خودش هم یک پارامتر در واقع آسیب شناسانه هست نسبت به اصل ماجرا. ایشون در اولین واکنش برکش گفت که مردم نگران نباشن، همه چی به شکل پیشین امور در مدیریت را کنترل کشور خواهد بود. خب این حرف کوچکی نبود. اولا که شما هیچ نشان اندوه، خسران، درد، سوگ در سیمای این مرد ندیدید، در بیانیش هم ندیدید، و این مایه حیرت بیشتر شد. و این اتفاقا اون نقطه کور تحلیلیه که خود من که 500,000 گزاره رو روی کنارم میچینم و شب و روز کارمون این هست، در اقناع شدن به این ماجرا برام یک ذره استدلال چوبین میزنه که چرا آقای خامنه‌ای اینا. صدای آقای مهرداد صدای من هست؟ نه صدای شما باگ داره، یه ورود و خروج بکن، خروج و ورود. بله. بکن حرفت. جناب رایان من یه پرانتز آقا ما صدا رو نداریم، جناب مهرزاد عزیز اصلا صدا نیست. یه لحظه مایک ببند خارج وارد عرض ادب منم دارم قلب میفرستم ممنون. من این پیام بدم با آقای فخر عزیز و ببندم بحثم رو. بعد این رو تلاشم گفتم چه میشود خیلی مدیریت شده به شیوه پیشین پیش میره، یعنی در سیاست خارجی اگر جریان های اصلاحی تصور میکنن که مثلا با رفتن ایشون یه بستر انتخاباتی حاصل میشه، آقا مثلا انعطافی نشان میدهد، چشمکی به آقای روحانی و اینا، همه خیال باطل، اینا همه خیال باطله. حتی چه بسا خود همون آقای مخبر در این تعداد روز 50 روزه پروموت بشه و اصلا انتخابات به اون معنای اخص کلمه که دیگه نیست که. انتخابات جمهوری اسلامی از انتخابات اسفند مجلس پیشین تا کنون دیگه اصلا مردم قهرشون رو اعلام کردن، 8% دوره دوم که دیگه اصلا یک آمار بسیار مخوفی بوده. اینم یک انتخابات مرگ‌آلوده.
این آقای ادوارد بذاری نگرد رو بعدان مخالفت کنم، بذار به شما وقت میدیم با آداب بیشتر. بله مخالف با شما. بعد انتخاباتی که از دل یک رقابت متعارف محترمانه و عادلانه که نمیاد، انتخاباتی است که از دل یک مهندسی مرگ داره دوباره بیرون میاد. چه میشود؟ همین تا اطلاع ثانوی اراده تمام عیار رهبری جمهوری اسلامی هژمون داره، مراسم و مدیریت حکمرانی به سبک خودش رو پیش میبره، حالا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مدیریت جهادی، من که بیشتر مدیریت جهادی میبینم، ولی تک گزاره خیلی خوشبینانه داخل پرانتزی هم دارم اینو بهتون بگم. البته میگم خوشبینانه است، میتونه غلط باشه، شناختی که از آقای خامنه‌ای دارم غلط بایستی باشه، جز اینکه من انتظار مطلوبی دارم پیدا میکنم و اون اینی که چه بسا نه نمیخوره اون نکته میخوره. میبندم این بحث رو اینجا، پوزش میخوام، چون میتونه ماجرا شاعبه بشه و بعدا حوصله اعصاب ندارم تو اتاق دیگه بایستی به ده زبان جواب بدم، خستم واقعا. با ساده علت اینکه امروز آقای خاتمی و آقای روحانی و آقای ست رئیس جمهور از وقت حضور نداشتن این چیه؟ خب خیلی نکته مهمی دیگه، وقتی میگم چهرهای اصلی حکومت کلا کنار، ببین اینا با دعوت میشدن برای اون ردیف اون جایگاه، با دعوت میشدن و خب حضور نداشتن دیگه حتما. خب پس این آقای فخر باید متوجه بشن که این اصلا آشتی احزاب نیستش. البته آقای فخر منظورش آشتی احزاب همین جریان، ببینید ما یک تنش بین جریان حلقه خراسانی ها داریم دیگه، بحث خود تیم قالیباف و جبهه پایداری و تیم آقای رئیسی، و ایشون منظرش از این منظر بوده. خیلی بخواد انبساط خاطر و انعطاف نشون بده آقای فخر، منظورش اینه که تا مثلا مرز علی لاریجانی تا این میزان مد نظرشه. حتما خودشون هم آگاهن، ساختار قدرت کنونی اجازه پذیرش تا اون سطح رو که نمیده، تا سطح خاتمی رو که نمیده، که آقای خامنه‌ای یک کینه تاریخی با آقای به تعبیری محمد خاتمی داره. یک نکته کوچکی رو بگم بعد بحثمو کلا ببندم با عرض معذرت، برای کسانی که ذهنشون شاید سخت میپذیره اشارت این جانب رو در راستای حزب درون سیستمی آقای رئیسی، خب حتما اولین نکته که برای شما هم سوال پیش میاد و دچار ابهامی میگه، خب این آقای عباس‌زاده چی داره میگه؟ ایشون که خودش اصلا پله پله تمام مراحل قدرتش رو توسط شخص رهبری بالا اومد. ببینید رهبری کسیه که نوسانات در مسیر حزب درون سیستمی رو داره. اینها اولین تجربهشون نشستی بود که با سید احمد خمینی داشتن، احمد خمینی رو خلاصه فریفته بودن و با رهبری موقت و با برکناری آقای منتظری، بعد احمد دید که همه چی برباد رفت و احمد رو بعد بنابر گزارشی که خود اماده باقی و در کتابای قتل زنجیری میاد ایشون کشته شد. بعد میرسیم به آقای رفسنجانی، عزیز کردهش بود، در دوم خرداد گفتم ایشون صراحتا گفت که کسی برای من هاشمی رفسنجانی نمیشود، این جملهش. و همین آقا اومد در 88 خطاب به ملت گفت که ملت نظر من در بین این دو دعوای هاشمی احمدی نژاد، نظر من با آقای احمدی نژاد نزدیکتر. و بعد عبارت شیطان اکبر و سپس استخر فرم. یعنی این مسیر هست، این نوسانات وجود داره. خیلی تصور نکنید که ارادت علنی و عیانشون لزوماً دال بر حفظ اون مهر تا انتهای راهه، مخصوصا در مسیری که داریم به سمت رهبری سوم حرکت میکنیم. این دستانداز به تکانه ها رو بایستی ملحوظ کرد. ببخشید تو جناب عباس، من اگر صدام هست یه مطلبی رو میخواستم اشاره بکنم. صدام مکانم عوض شد، اینترنت هم تغییر کرد. این که اول که خوش آمد میگم خدمت شما و همه دوستان قدم رنج فرمودید. این که رهبری در من واقعا از این تعبیری که به کار بردید خیلی چی میگم خوشنود شدم و خیلی جذاب بود برام که گفتید اصلا لحن بیانیه تسلیت هم چندان حزن انگیز نبود. ضمن اینکه آیت الله رئیسی که 3 ماه پیش به عضویت خبرگان در اومد، یهو دوباره در این بیانیه تبدیل شد به حجت الاسلام و با وجود اینکه الان 3 روز هست که همه جا بنرهای شهید زدن در رادیو تلویزیون
رئیس جمهور شهید دارن میگن، ایشون گفتن شهادت گونه، در گذشته شهادت گونه. و خیلی جالب بود بیانی رهبری. پرانتز من بسته. کاملا. اصلا ببینید بیانیه اول مهم بود، همینی که ما داریم بحثشو میکنیم. مهر اول در دلم زایل نشد، به تعبیر مولانا. بیانیه اول اساره تصمیم دفتر بود، اساره تصمیم حضرت آقا بود به تعبیری. حتی بنابر گزارش هایی با یک فرمان سریع تعدادی از سپاهیان رو جمع کردند که در بین اونهای مطلبی رو بگه. اینه مطرح هست. در هر روی این نشانه ها نشانه های کوچکی نیست، زمینی که اساسا بحث تکنیکیه. اصل واقعه ترور یا قتل هدفمند یا اصل سانحه در حالی از ابهامه و خب در دلایل بیشماری وجود داره که شما بیش از بنده آگاهی یافتید و مشخصا ما شاهد پوشش اطلاع‌رسانی بسیار متناقضشون هستیم. خیلی نکته مهمیه. اینا مطالبی که نمیشه به سادگی گذشت. پوزش میخوام. اصل مطلب من گفتم. یه سوال دیگه من بکنم. کسی از دوستان مصاحبه‌ای دیدن از آقای خانم جمیله علم‌الهدا؟ من اصلا ندیدم. نمیدونم شماها دیدید؟ از آقای علم‌الهدا رو من دیدم که خیلی هم پراکنده‌گویی کردن. اما از خانومشون من هیچی، از خانومشون، فرزندانشون من اصلا هیچ مصاحبه‌ای ندیدم. دوست دارم اینم ببینم. بوده من ندیدم. منم ندیدم چیزی سمیرا جان. و آخه سمیرا جان وقتی که آقای سلیمانی مثلا کشته شده، اگه یادتون باشه، اولین کسی دخترشون بود، خانمشون بود، پسراشون بود، همه اومدن صحبت کردن. اما من هرچی، چون ببین خانم جمیل علم‌الهدا هم از اون مثلا خانم رهبرشون که نبود که ما اصلا نبینیم کی هست، چی هست، چه شکلی هستن. ایشون همیشه جلوی دوربین بود، همیشه صحبت میکرد. اما از تو این دو روز یا سه روزی که مثلا این اتفاق افتاده، ما اصلا ندیدیم، هیچ چیزی صحبتی نکرد. یعنی فکر نمیکنی این سکوت یه خورده معنی دار باشه؟ من درود از سلام و ارادت بگم. آقای فخر خوش اومدید. خب سمیر جان، یه چیزی ممکنه پروتکل امنیتی داشته باشن، ممکنه شرایط روحی مساعدی نداشته باشن، یا حالا هر دلیل دیگری، شاید هم اجازه نداشتن مثلا صحبت رسانه خاصی انجام بدن. این آخه وضعیت حساسیه. اجازه میدید ادوارد صحبت کنه؟ این دست معکوس و کج شدهش رو مخ من میره زیاد. آقای فخرایی خوش آمدید. نه خواهش، من نمیخوام خیلی آقای ادوارد اذیت کنم. آقای عباس رو میدونی، چون بعضی از دوستان واقعا قلبا دوست داشتن و الان نام یه نوعی عزادار و ناراحتن. من آخه نمیشناسم شما، صداشو بشنم اصلا کی هست، بذار حرفشو بزنم چی میخواد بگه، اینقدر مخالفت داره. عرض ادب کنیم بهشون، بهتر نیست؟ من چون واقعا صداشو نشنیدم هیچ وقت. بفرمایید. درود فراوان، امکان صحبت هست؟ داریم میگیم بفرمایید دیگه. آره دیگه. خب صدا من میاد. خدا باش. درود فراوان خدمت دوستانی که تازه به جمعون پیوستن. هیچی، دو تا نکته شما فرمودید. یکی که اصلا ناراحتی نداشت امام خامنه‌ای سلام الله. دومین نکته هم که قهر مردم از صندوق رأی ها. و حالا روی اولی که کاملا هم متنی که به خاطر اون حادثه که پیش اومده بود و هنوز شهادت سید الشهدا خدمت اتفاق نیفتاده بود، یه متنی دادن دفترشون. سپس پس از اینکه معلوم شدشون به شهادت رسیدن، حضرت آقا یک متنی دادن که یعنی یه پیامی که خب معمولا میفرستن برای افراد شاخص نظام. اونجا خب ما میدیدیم قشنگ ناراحتیشون، و مخصوصا نمازی که حالا فکر کنم شما تماشا کرده باشید، نمازشون رو خب ایشون خیلی سعی کردن حالا خودشون رو نگه دارن، ولی خب متاسفانه یا بالاخره به قول دوستان احساساتی، اون ناراحتی و
اون غم رو ما دیدیم توی صورت و حتما صداشون. نکته بعدی، حالا فرمودید قهر از صندوق رای، حالا خواستم از شما بپرسم در انتخابات تیر ماه چقدر مردم شرکت میکنند در انتخابات که خوشحال میشه؟ خب اون تصدیل ببخشید سونا جان، دوستان، رایان عزیز، من فکر میکنم که جناب ادواردو استیج رو به تمسخر گرفتن، چون که الان در خب پس اجازه میدیم من یه سلام کنم که دیگه اصلا این موضوع منتفی بله شد. جناب پدرایی،